سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. امیدوارم تو بهترین روزای زندگیتون باشین. در این همی ابتدا میخوام از دوستانی که به تازگی همراه ما شدن خواهش کنم که لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنن و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولکی کنار سابسکرایب رو هم بزنن. همینطور که به ایام عید نوروز نزدیک میشیم، میخوام امروز باهاتون در مورد خواص پسته و فندق که دو عنصر مهم آجیل ها هستن صحبت کنم. پس تا آخر این ویدیو در فارسینت همراه ما باشید. پسته. پسته یکی از محبوب ترین مغزهای خوراکی دنیاست. طعم دلپذیر، ظاهر منحصر به فرد و البته خواص فراوان و بی‌نظیر پسته آن را به ماده غذایی ارزشمندی تبدیل کرده است. ایران یکی از قطب‌های تولید پسته در دنیا به شمار می‌رود و شاید ندانید که پسته واژه‌ای است فارسی و از طریق زبان لاتین از فارسی وارد زبان‌های اروپایی شده است. پسته از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ غذایی ایرانیان داشته و کمتر ایرانی را می‌توانید پیدا کرد که علاقه‌ای به آن نداشته باشد. پسته نوعی مغز خوراکی است که از نوعی درخت به دست می‌آید که گفته می‌شود ریشه آن به آسیای مرکزی برمیگردد. میوه های درخت پسته شبیه به انگور به صورت خوشه ای رشد می کنند. درختان پسته بلند و پرشاخه و پربرگ، البته بسیار سرسخت هستند. این درختان می توانند در آب و هوای خشک و نامساعد و با بارش اندک باران دوام بیاورند. خواص پسته 1. سرشار از مواد مغذی. پسته حاوی مواد مغذی بسیار مهمی است. یک اونس پسته حدود 28 گرم یا حدود 49 عدد پسته خام حدود 37% از نیاز روزانه بدن به ویژه ویتامین B6 که 1.3 میلی گرم برای افراد بزرگسال است را تامین کند. ویتامین B6 نقش اساسی در بدن به ویژه در ارتباط با سوخت و ساز پروتئین و رشد شناخته می شود. 2. کالری کمی دارد. پسته یکی از کم کالری ترین مغزهای خوراکی به شمار می رود. بنابراین هم می تواند از خواص فوق العاده آن بهره مند شوید و هم بیشتر از مقدار کالری مجاز روزانه مصرف نکنید. 3. مملو از آنتی اکسیدان. آنتی اکسیدان ها نقش اساسی در سلامت بدن ایفا می کنند. این مواد با جلوگیری از صدمه دیدن سلول های بدن، ریسک ابتلا به سرطان و دیگر بیماری ها را کاهش می دهند. مغزها و دانه های خوراکی ترکیبات آنتی اکسیدانی زیادی دارند، اما پسته در مقایسه با دیگر مغزهای خوراکی آنتی اکسیدان بیشتری دارد. 4. برای سلامت دستگاه گوارش مفید است. همه مغزهای خوراکی سرشار از فیبر هستند، ماده ای که با حرکت دادن مواد غذایی در دستگاه گوارش و جلوگیری از یبوست به حفظ سلامت دستگاه گوارش کمک می کند. نوعی فیبر به نام پریبیوتیک وجود دارد که باکتری های مفید درون دستگاه گوارش را تغذیه می کند. این مسئله به تکثیر باکتری های مفید و در نتیجه از بین بردن باکتری های مضر در دستگاه گوارش کمک می کند. همچنین تحقیق در سال 2012 بیان می کند که خوردن پسته احتمالاً به افزایش جمعیت باکتری های مفید دستگاه گوارش کمک می کند. 5. سرشار از پروتئین و مناسب برای گیاهخواران است. مصرف پسته می تواند نیاز روزانه ما به پروتئین را برطرف کند، به طوری که در هر اونس پسته حدود 6 گرم پروتئین وجود دارد. نزدیک به 21% از وزن کلی پسته را پروتئین تشکیل می دهد، ویژگی که پسته را به یک منبع خوب پروتئین برای افراد گیاهخوار تبدیل کرده است. پسته همچنین در مقایسه با دیگر مغزهای خوراکی مثل بادام، فندق و گردو حاوی اسیدهای آمینه ضروری بیشتری است. این مواد ساختار تشکیل دهنده پروتئین هستند. اسیدهای آمینه ضروری توسط بدن ساخته نمی شوند و ما باید آنها را از غذاهای پروتئینی کامل یا ترکیبی از غذاهای گیاهی که پروتئین های ناقص دارند تامین کنیم. 6. به کاهش وزن کمک می کند. مصرف منظم مغزهای خوراکی به کاهش ریسک افزایش وزن کمک می کند. پسته به دلیل آنکه کالری پایینی دارد اما در عین حال سرشار از فیبر و پروتئین است، به ویژه برای کسانی مفید است که به دنبال کاهش وزن یا حفظ وزن خود هستند. علاوه بر این، از آنجایی که برای خوردن پسته ابتلا باید پوسته سخت آن را باز کرد، احتمالاً این مسئله هم در کاهش وزن مؤثر است. تحقیقات بیان می‌کند دیدن پوسته پسته یک یادآوری بصری ایجاد می‌کند که فرد نشان می‌دهد که چقدر پسته خورده است. 7. به حفظ سلامت قلب کمک می‌کند. مصرف پسته احتمالاً ریسک ابتلا به بیماری قلبی را به شیوه‌های مختلفی کاهش می‌دهد. طبق تحقیقات پسته احتمالاً به کاهش سطح کلسترول مضر و فشار خون کمک می‌کند و
و به این ترتیب از سلامت قلب محافظت می کند. 8. برای حفظ تعادل قند خون مفید است. پسته از شاخص گلوکوز پایینی برخوردار است و به همین دلیل است که بعد از خوردن آنها قند خون دچار افزایش ناگهانی نمی شود. تحقیقات نشان داده مصرف پسته می تواند تأثیرات مثبتی روی قند خون داشته باشد و میان وعده مناسب برای افراد مبتلا به دیابت است. 9. ریسک ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد. پسته به دلیل فیبر زیادی که دارد احتمالاً ریسک ابتلا به بعضی سرطان‌ها از جمله سرطان روده بزرگ را کاهش می‌دهد. در ادامه این ویدیو در کانال فارسینت به سراغ خواص فندق می‌رویم. فندق به دلیل کاربرد فراوانش در تهیه انواع شیرینی و شکلات شاید یکی از نوستالژیک‌ترین مغزهای خوراکی باشد، اما فندق به جز طعم و عطر دلپذیرش فوایدهای زیادی هم دارد. فندق نوعی مغز خوراکی است که از درخت فندق به دست می‌آید. این ماده غذایی در صنعت شیرینی سازی کاربردهای فراوانی دارد و از آن در تهیه انواع مواد اولیه شیرینی پزی، شکلات، شیرینی و شکلات های صبحانه استفاده می شود. روغن فندق هم طعم بسیار خوبی دارد و در پخت و پز کاربرد دارد. فندق همچنین حاوی مقادیر قابل توجه ویتامین B6، فولاد، فسفر، پتاسیم و زینک است. علاوه بر این، فندق منبع غنی چربی های تک اشباع نشده و چند اشباع نشده و همینطور اسیدهای چرب امگا 6 و امگا 9 مثل اولیک اسید است. همچنین یک اونس فندق حدود 28 گرم یا 20 عدد فندق حاوی 11 گرم فیبر غذایی است که معادل 11% از نیاز روزانه بدن به این ماده است. با این حال فندق حاوی فیتیک اسید است که جذب بعضی مواد معدنی مثل آهن و سینک را از فندق مختل می کند. خواص فندق 1. اجابت مزاج را بهبود می بخشد. فندق منبع غنی فیبر غذایی است. مصرف فیبر باعث بهبود اجابت مزاج می شود و به جلوگیری از یبوست کمک می کند. 2. به کاهش وزن کمک می کند. طبق تحقیقات خوردن فندق احتمالاً به بعضی افراد کمک می کند که کمتر وزن اضافه کند. دانشمندان طبق تحقیقی در سال 2018 به وجود ارتباطی میان مصرف فندق، کم شدن روند بالا رفتن وزن و کاهش ریسک چاقی پی بردند. در این پژوهش شرکت کنندگانی که فندق بیشتری خورده بودند، احتمال چاق شدن در آنها کمتر از کسانی بود که فندق کمتری خورده بودند. 3. از آسیب سلولی و ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. فندق مانند دیگر مغزهای خوراکی سرشار از آنتی اکسیدان است. آنتی اکسیدان ها از سلول ها در برابر فرایند مخرب اکسایش محافظت می کنند. این مواد آسیب وارده به سلول ها بر اثر رادیکال های آزاد را کاهش می دهند. همچنین فندق حاوی ویتامین ای است که نوعی آنتی اکسیدان محسوب می شود. بعضی تحقیقات بیان می کنند ویتامین ای احتمالاً از بدن در برابر آسیب های سلولی مرتبط با سرطان محافظت می کند. 4. کلسترول را کاهش می دهد. خوردن فندق احتمالاً به کاهش کلسترول کمک می کند. تحقیقاتی در سال 2013 نشان داد مصرف فندق سطح کلسترول های مضر خون را در شرکت کنندگان پژوهش کاهش داده است. این کلسترول های مضر ریسک مشکلات قلبی را افزایش می دهند. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای بهره مند شدن از فواید فندق مصرف هر روزه آن است. البته به مقداری که از میزان کالری دریافتی مجاز روزانه بیشتر نشود. 5. حساسیت به انسولین را کاهش می دهد. مصرف فندق احتمالاً به کاهش مشکل حساسیت به انسولین کمک می کند. حساسیت به ماده انسولین نقش اساسی در ابتلا به دیابت نوع 2 دارد. کاهش این حساسیت منجر به کمتر شدن ریسک ابتلا به دیابت نوع 2 خواهد شد. 6. التهابات بدنی را کاهش می دهد. فندق احتمالاً به دلیل داشتن چربی‌های مفید فراوان به جلوگیری از التهاب و کاهش آن کمک می کند. 7. تعداد اسپرم ها را افزایش می دهد. تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف بیشتر مغزهای خوراکی از جمله فندق احتمال تعداد اسپرم ها و کیفیت آنها را افزایش می دهد. 8. به حفظ سلامت قلب کمک می کند. مصرف فندق احتمالاً با بالا بردن ظرفیت اکسیداتیو بدن و کاهش کلسترول های مضر خون به کاهش ریسک بروز بیماری های قلبی کمک می کند. همچنین فندق به متعادل کردن فشار خون کمک می کند. در آخر باید بهتون بگم که هم فندق هم پسته سرشار از مواد مغذی مانند ویتامین ها، مواد معدنی، ترکیبات آنتی اکسیدانی و چربی های مفید هستند. هر دو در حفظ و بهبود سلامتی نقش مهم می دارند. مثلا به کاهش چربی خون، تنظیم فشار خون، کاهش التهاب و بهبود سطح قند خون کمک می کنند. البته
فندق نیز مانند سایر آجیل ها می تواند در برخی از افراد موجب واکنش های آلرژیک حساسیت زا شود. در کل باید گفت که هر دو بسیار خوشمزه و مقوی هستند و به سادگی می توان در رژیم غذایی شما جای برای خود دست پا کنند. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودین. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. تا ویدیوهای بعدی ما در کانال فارسینت، شب روزتون خوش.